شنوندگان عزیز، عنوان گفتار امشب ما گلبدن بیگم است. محمد ظهیر الدین بابر، معاصر و همپیمان شاه اسماعیل صفوی، بنیان دولت گورکانی را در هند گذاشت. اجداد و نیاکانش به زبان و ادب فارسی و هنر و فرهنگ ایرانی عشق می‌ورزیدند. همچنین بابر و جانشینان معروفش ناصر الدین همایون، جلال الدین اکبر، نور الدین جهانگیر، شهاب الدین شاهجهان و محی الدین اورنگزیب برای گسترش و توسعه زبان و ادب فارسی مساعی زیاد به عمل آوردند. نیز قدردانی های پادشاهان گورکانی، شعرا و ادبا و ارباب سایر علوم و فنون را از ممالک دیگر به خود جلب کرد و هر صله و پاداشی که به شاعر داده می شد موجب ترقی شعر و ادب فارسی می گردید. گاهی در انعام یک بیت زیبا و نغز دهان شاعر را از زر و گوهر می انپاشتند و گاهی او را با سیم و زر وزن می کردند. همین امر موجب ترغیب شعرا و نویسندگان می شد تا از ایران و ممالک دیگر به سوی هند رخت سفر بربندند. تشویق و تقدیر این پادشاهان و عمرای دربار محدود به شعرا نبود. نویسندگان و فضلا و علما و حکمارا نیز با عطیات گرانبها می نواختند و فرصتی برای اظهار لیاقت و انجام کارهای مهم و تخلیق آثار علمی فراهم می آوردند. پادشاهان مغول در محافل شعر و ادب تنها نقش یک نادر و سامره نداشتند، بلکه به تصیب و انتقاد و امتزاج سخن شاعران نیز می پرداختند. مانند شاهان گورکانی، شهزادگان و شهزاده خانوم ها ظرافت تب و گرایش به شعر و ادب فارسی با ذوق خود به ارث برده بودند. آنها شهزاده خانوم ها را برای تحصیل و کسب علم و ادب برمی انگیختند. بنابراین مثل شاهان و شهزادگان محافل ادبی دایر می کردند، چنانچه همراه با شاهان و شهزادگان با شهزاده خانوم ها برمی خوریم که برای ادبیات فارسی افتخار بزرگی هستند. اولین شهزاده خانم گورکانی که بر سیمای ادبیات فارسی نقش برجسته‌ای دارد گلبدن بیگم است. او دختر محمد ظهیر الدین بابر از بطن دلدار بیگم در سال 929 هجری مطابق با 1523 میلادی در خراسان متولد شد. گلبدن بیگم خواهر همایون پادشاه بود، ولی مادر همایون یعنی مهام بیگم او را به فرزندی خود پذیرفت. گلبدن 8 سال داشت که پدرش در سال 938 هجری مطابق با 1530 میلادی درگذشت. پس از درگذشت پدرش او پیش همایون شاه به آگره رفت، اما بعد از شکست همایون به دست شیر شاه سوری گلبدن بیگم همراه خاندان سلطنتی رهسپار کابل شد. او با خضر خواجه چغتائی امیر العمرای همایون ازدواج کرد. گلبدن بیگم 4 بار مشرف به زیارت حج بیت الله کردی. بالاخره در روز ششم ذی‌الحجه 1011 هجری مطابق با 1063 میلادی در سن 82 سالگی درگذشت. گلبدن بیگم در محیط ادبی برادرانش همایون، کامران، هندال و اسکری چشم گشوده و پرورش یافت و بنا به تحصیلات عالی و مذاق ادبی نام نگار و انشا پرداز بزرگ زبان فارسی و ترکی بود. اکبر شاه
از گلبدن بیگم خواهش کرد که خاطرات خودش را در کتابی ضبط کند. بنابراین او اثر معروف خود به نام همایون نامه یا احوال همایون پادشاه را نوشت. همایون نامه بهترین منبع وقایع تاریخی و اجتماعی و فرهنگی عصر بابر و همایون است. همایون نامه برای کسب اطلاعات زمان بابر و همایون تحریر یافت، اما بنابه مقصاد ویژگی هایش یکی از بهترین آثار دوران گورکانی هند می باشد. شگفت‌آور است که همایون نامه برای مدت طولانی در پرده گمنامی افتاده بود، اما بنابه مسائی یک خانم علم دوست و ادب پرور انگلیسی چند نسخه از این کتاب به دست رسید. خانم مذکور برای ترتیب و تصحیح همایون نامه زحمت کشید. در سال 1902 میلادی کتاب مذکور در لندن چاپ شد. در مقدمه این کتاب به شرح مفصل از گلبدن خانم آمده است. همچنین اسامی ملکه ها و شاهزاد خانم ها که در این کتاب آمده است به تفصیل شرح شده اند. مولانا شبلی نعمانی درباره همایون نامه می نویسد که همایون نامه بهترین نمونه فارسی روان و ساده، تزک جهانگیری و رقعت عالمگیری می باشند و شک و تردید بنابه لطافت سادگی هزاران ظهوری و وقایع نعمت خان عالی نثار شود. اما حقیقت این است که همایون نامه از همه اینها بهتر است. جمله های کوتاه و واژه های ساده و عام فهم و طرز نگارش آن را آسان تر ساخته است. مثلا پای می داد یعنی می بازد، زرفگی ها می کرد، شوخی می کرد. بیایید تا یک دیگر را دریابیم، هم آغوش بشویم. خفتن شد، وقت خوابیدن فرا رسید. سر حضرت شوم، قربانت بشوم. عمده ترین و بهترین ویژگی این کتاب این است که اکثر عوامل زندگانی اجتماعی و فرهنگی در این کتاب مطرح شده اند، چنانکه جایی که مطالب از ازدواج کثیر آورده تمام رواج و سنن و رسوم جشن عروسی را به تفصیل پرداخته است. مطالب سودمند در مورد زبان نیز در این کتاب ذکر شده است. زنان در آن عصر فنون حربی و اسب سواری و شکار را یاد می گرفتند. بعضی اوقات آنها لباس مردانه را می پوشیدند. مثلا درباره زنی به نام مهرنگیز بیگم در همایون نامه آمده است که او لباس مردانه را بتن می کرد و در چوگان بازی و تیراندازی و کارهای دیگر مهارت داشت. در امور مملکت از زنان نیز مشورت می کردند. مولانا شبلی درباره سبک نگارش همایون نامه می گوید که گلبدن بیگم در وقایع نویسی مهارت داشت. بعضی مطالب را به تفصیل و بعضی ها را به اختصار طبق ضرورت و لزوم نوشته است، چون محل و موضوع هر را خوب می دانست. گلبدن بیگم شاعر هم بود، اما اکثر تذکره نویسان تنها یک بیت تے بیت او را نقل کرده اند که بین خارت هر پری رویی که او با عاشق خود یار نیست، هر پری رویی که او با عاشق خود یار نیست، تو یقین میدان هیچ از عمر برخوردار نیست، تو یقین میدان هیچ از عمر برخوردار نیست.